عاشقشن، حالا 20% قبولش ندارن، یعنی این طرفدار شاید مثلا جمهوری باشن، حالا 80%. آره. بعد یه نماینده خارجی تبار، نمیدونم پاکستانی بود یا ترک بود، نمیدونم، برام اسکندری همچین چیزی، این اومد آقا تو حق نداری در سیاست دخالت بکنی، باید بیای معذرت خواهی بکنی و پس بگیری اون مصاحبه رو. بعد با خیلی من این خبر رو منتشر کردم، ببینید یه آدم خارج در به ملکه، حالا در دانمارک کشوری که آزادی بیان برای همه است جز برای ملکه، ملکه از سال 1972 که شد ملکه دانمارک حق دخالت دست، یعنی آزادی بیان نداره. حالا تو این رابطه گفتم که خبرنگار آزادی بیان داره، میتونه بگه آقا این نظر منه، اون نظر اون بنگاه خبری که من دارم اداره میکنم هست. این مورد سوم هم میگم تا این چیز تموم بشه، رسانه ها باید آزاد و به لحاظ مالی مستقل باشه و نیاز مالی خود را از طریق آگهی خوانندگان فلان تامین نماید. خب واقعیت اینه که اصلا به ماها چی میگن کسی آگهی اونجوری نمیده، برای اینکه یار میترسه آگهی میخواد بده که فردا جمهوری اسلامی براش مسئله درست نکنه. ولی خب این سایتی که حالا در مورد چیز میدونیم، بیشتر سایت های در عصر ما یعنی نسل ما همه کمک های مالی، همه آقای شهرام همایون مثلا میاد کمک میگیره، این و اون بار میچرخونه، معلومه این از یه جای پول نمیگیره. ولی الان من میبینم خیلی هم اصلا بیزنس شده، یعنی میرن پروژه مینویسن، تحقیقی میگیرن، حالا من نمیخوام اسم ببرم، ولی به هر صورت ما با سختی میگذرونیم. آره فیسبوک شما آره. یه چیزی نوشته شده، من اسم این آقا رو نمیارم. آره. آروش جان برو روی مسائل روز اساسی تر، عزیز من رضا پهلوی میداند، تجربه کرده چند ماه پیش یا چند سال پیش ترشگرد رو تأسیس کرد، بعد یه گروه چند نفری اقتصادی بنیاد گذاشت، به هر ترتیب میخواد به تو بگه که آقا جان شما باید یک رسانه حزبی باشی و معلوم کن. اینو که میاری به اخبار میذاری مثل رفیق تو که منم اون اسم اونم نمیارم، مثل اون رو پر راست با گوچی هستی. خب آره، خب اینا برصورت هم دوستای قدیمی من هستن و همین که خب میگم منم جوابشون میدم که همین به اصطلاح مشخصات دهگانه رسانه دموکراتیک و اپوزیسیون رو برایش اونجا نوشتم. مورد در واقع مورد پنجش اشتباه نکنم، باید خبر و پروپاگاندا فرق بذاره. ببینید یه چیزی که این روزا توی بسیاری از خبرگزاری های اپوزیسیون یا کانال های خبری اپوزیسیون واقعا انقدر دروغ و پروپاگاندا رو با اخبار قاطی کردن و به خورد مردم میدن که یواش یواش اعتمادی وجود نداره. یعنی طرف یه لاقبا مثل منه، نه تأسیسات تشکیلات اطلاعاتی مثلا مثل مجاهدین فرض کن تو ایران داره، نه پول پلهی داره که چهار تا خبر بیارم. بعد میگه آقا بین اون داستان چیز بین مثلا توی خامنه ای و مشتبه و نمیدونم فلانک نشستن با هم حرف زدن، دو ساعت بعد خبر من دارم. آقا این دروغه. یا این که اینا یا مثلا ده ها بار گفتن خامنه ای مرده، یا گفتن خانواده خامنه ای سال 96 بود. بله تموم شد. در آب چقدر یه وقت داریم؟ آره برصورت اینا من یک دقیقه رو بقیه رو میگم، رسانه باید راکار نشون بده. دارم بسن بدم یه خبر بگو. آره خیلی کچولوه ارزم بزرگ آقای سیستانی یه آدمی در ایلش نوشته بود و دو سال محکوم شده، سید علی خامنه ای گوش بده به این. آقای سیستانی با پیشون رو به من قولی کرد مهم نیست آزادش کنید، آزادش کنید. و
اینو خواستم بگم فرق این دو آیت الله در چیست. همین دقیقا. آره برشورد موارد حالا یه دیگه همونو فکر کنم تموم شده، ولی موارد دیگه هم بوده، مثل این که مدیران رسانه بایستی با گفتمان آینده نگری آشنایی داشته باشن. یکی از مشکلات هم احزاب سیاسی و هم رسانه ها اینه که آینده نگری ندارن، یعنی همیشه همین جلوی نوک دماغشون میبینن و اینکه فردا چه اقدامی بشه و چی کار باید بشه، چه اتفاقی ممکنه بیفته، سناریوهای آینده چیه، هیچ خبری رو ندارم. نهمی هم پرسشگری و نقد صاحبان قدرت و قلمه، چه در اپوزیسیون چه در بیرون. ما میتونیم یخه خامنه‌ای رو بگیریم، ولی هیچ وقت یخه همدیگر رو نمیگیریم، رو درواسی داریم. فکر میکنم حالا من اگر یخه فرزین بگیرم از من ناراحت بشه. بگیرم مدیر رسانه‌های دموکراتیک بایستی عدالت و جایگاه نظرات رو حفظ بکنن. اگر من یه مقاله خیلی تندی علیه تو نوشتم، خب تو همون حق داشته باشی در همون ستون در همون جا پاسختو بنویسم. این بهش میگن عدالت و جایگاه نظرات رو حفظ کردنم. من تشکر میکنم، خوب بود و این تجربه که جواب مرواز کنیم. امیدوارم که برنامه دیگه و در پایان برنامه از کادر درمان پزشکی ایران بسیار بسیار ما حساب کادر درمان پزشکی ایران رو حساب پزشکی ایران رو با حکومت جمهوری اسلامی تفاوت خواهیم کرد. تنها گرفتون که دست نخورده از آغاز بوده تا به امروز همین کادر درمان پزشکی. دقیقا. خب دیگه من خداحافظی میکنم با آرشم، تشکر میکنم. آرش تموم شد برنامه دیگه هم؟ دفتر